از پاریس صداهای دیگه‌ای به گوش میرسه. خانم پناهی، بالاخره این گذشته مال کدوم سینماست؟ درسته. سلام به شما بیننده های مجله خبری. خانم چاخمقی، ولی منم نمیدونم وقتی اعلام شد که گذشته به عنوان نماینده فرانسه تو جشنواره زاگرب به نمایش درآمده، حتی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تو کرواسی به این موضوع اعتراض کرد. اما انگار دبیرخونه این جشنواره جواب داده که چون تهیه کننده این فیلم فرانسویه، نمیتونیم فیلم رو به نام ایران معرفی کنیم. سنگینی اما ظاهرا هنوز مانده تا برسد به بار حرف، نظر، تایید، انتخاب و نماینده شدن. همه انتخاب معتقد بودن که فرهنگ ایرانی در فیلم گذشته مستتر هست، که تهیه کننده فرانسوی فیلم با اطمینان گذشته را به عنوان نماینده سینمای فرانسه معرفی و آن را روانه جشنواره های دلخواه خود می کند. نمونه اش جشنواره فیلم لندن. امسال سه تا فیلم بود که یکیش عملا از فرانسه هست، فیلم گذشته اصغر فرهادی که خب حالا مسئول ایران شناخته نمیشه. اما طرف فرانسوی در پاسخ به واکنش رایزن فرهنگی ایران در کرواسی که چرا فیلم گذشته در جشنواره فیلم زاگرب به عنوان نماینده سینمای فرانسه شرکت داده شده، استدلال خود را دارد. تماسی که ما با دبیرخانه جشنواره داشتیم، چرایی این مسئله رو ما از اونها پرسیدیم، به دلیل اینکه تهیه کننده این فیلم فردی فرانسوی و به دلیل اینکه کمپانی که در ساخت این فیلم شرکت داشته کمپانی ایتالیایی است، این فیلم رو به عنوان فیلمی فرانسوی ایتالیایی ذکر کردن. در کنار اسم فیلم نام کشورهای فرانسه و ایتالیا ذکر شده. با یک جنبندی مختصر افسوس شرایط پیش آمده که این فیلم به عنوان فیلمی فرانسوی در جشنواره های خارجی معرفی می شود، برای کسانی است که با قاطعیت تمام گذشته را به عنوان نماینده سینمای ایران انتخاب کردند، اما امروز گویا با هویتی غیر قابل انکار روبرو شدند. این فیلم تولید فرانسه است، فکرش مال ایرانه، اینو تفکیک رو باید قائل بشیم. یه سوال باقی میمونه، اگر این فیلم فرانسوی هستش، پس چرا به عنوان نماینده ایران به اسکار رفته؟ ببینید واضح و شفاف نیست. واضح و شفافش اینه که فرانسه سرمایه گذاری کرده برای تولید این فیلم، درسته؟ و فرانسه حق داره که این فیلم رو به جشنواره های مختلف ارسال بکنه. وقتی میتونستیم فیلمی رو بفرستیم که در واقع کاملا تولید ایران، فکر ایران و بازیگران ایرانی درش وجود داشت، هم به اسکار نرفت و این فیلم رفت که الان در واقع این حواشی در پیش به وجود بیاد. منظور از معرفی فیلم به اسکار این هست که یک فیلمی از ایران انتخاب بشه و پرچم ایران بره بالا. ما اشاره کردیم که بخشی از عوامل اجرایی تهیه فیلم ایرانی هستند و این فیلم نماینده جمهوری اسلامی ایران در جشنواره اسکار معرفی شده. این رو از ما نپذیرفتن. عملا از فرانسه هست فیلم گذشته اصغر فرهادی که خب حالا مسئول ایران شناخته نمیشه. به نام خدا. سلام علاقمندان به سینما، شب شما بخیر. یکی از معروفترین جوایز سینمایی در جهان جایزه اسکاره که هر سال توسط آکادمی علوم و هنرهای تصاویر متحرک آمریکا به برگزیدگان رشته‌های مختلف در زمینه سینما داده میشه. برگزیدگان مراسم اسکار توسط اعضایی که بیش از 6000 نفر هستند انتخاب میشه. امروز بر اساس مجموعه قوانین رسمی جوایز آکادمی، یک فیلم باید در سال قبل از برگزاری مراسم در لس آنجلس، کالیفرنیا نمایش داده بشه تا شرایط شرکت رو داشته باشه، که البته این قانون شامل بهترین فیلم خارجی زبان نمیشه. فیلم‌های خارجی باید زیرنویس انگلیسی داشته باشن و هر کشور میتونه سالیانه فقط یک فیلم رو پیشنهاد بکنه. سابقه حضور ایران در آکادمی اسکار به سال 1356 برمیگرده که فیلم دایره مینا ساخته داریوش مهرجویی به عنوان اولین نماینده ایران به اسکار رفت. بعد از اون باد سبا ساخته آلبر لاموریس به عنوان نماینده ایران در سال 57 راهی آکادمی اسکار شد. بعد از یک وقفه 16 ساله در معرفی فیلم، ایران در سال 1373 فیلم زیر درختان زیتون ساخته عباس کیارستمی رو به آکادمی اسکار فرستاد که البته هیچ کدوم جایزه‌ای دریافت نکردند.
بعد از اون تقریبا هر سال ما نماینده ای رو در این واقعه مهم سینمایی داشتیم. در سال 1374 بادکنک سفید به کارگردانی جعفر پناهی، 76 گبه، 77 بچه های آسمان مجید مجیدی، 78 رنگ خدای مجید مجیدی، 79 زمانی برای مستی اسب‌ها از بهمن قبادی، 80 باران باز هم اثر مجید مجیدی، 81 من ترانه 15 سال دارم رسول صدر عاملی، 82 نفس عمیق پرویز شهبازی، 83 لاک پشتا هم پرواز می کنند از بهمن قبادی، 84 خیلی دور خیلی نزدیک رضا میرکریمی، 85 کافه ترانزیت کامبوزیا پرتوی، 86 میم مثل مادر رسول ملا قلی پور، 87 باز هم اثر مجید مجیدی آواز گنجشکا، 88 درباره الی به کارگردانی اصغر فرهادی و سال 89 بدرود بغداد از مهدی نادری به عنوان نماینده سینمای ایران به اسکار معرفی شدند. با وجود حضور پررنگ آثار مجید مجیدی در اسکار که یک بار او را تا مرز گرفتن جایزه هم برد، اما این اصغر فرهادی بود که در سال 90 با فیلم جدایی نادر از سیمین ایران را صاحب تنها اسکار خودش تا به امروز کرد. سال 91 با وجود انتخاب یک حب قند ساخته رضا میرکریمی برای حضور در آکادمی اسکار، ایران حضور در این مراسم رو تحریم کرد و حالا گذشته جدیدترین ساخته اصغر فرهادی نماینده ایرانه. دیدن یک فیلم میتونه دریچه تازه‌ای رو به زندگی شما باز بکنه. فیلم دیدن رو فراموش نکنید.